در این شماره از بسته اخبار بین الملل ایسنا خبرهایی از توافق بر سر آتش‌بس دو ماهه در یمن، اظهارات مقامات ارشد آمریکا درباره برجام، افزایش تورم در اروپا همزمان با افزایش قیمت انرژی و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر شنبه 13 فروردین شمار مبتلایان و فوتی‌های کرونا در جهان به ترتیب به بیش از 490 میلیون و حدود 6 میلیون و 175 هزار نفر رسید. همچنین حدود 425 میلیون نفر از این بیماری بهبود یافتند. با وجود کاهش نسبی مبتلایان در آلمان، این کشور به همراه کره جنوبی جزو کشورهایی با بیشترین آمار روزانه مبتلایان در جهان است. همچنین پس از افزایش مجدد موارد ابتلا در کشورهای توسعه یافته اروپا، تنها اسپانیا و هلند از کاهش قابل توجه مبتلایان خبر دادند. در میان همسایگان ایران هم روند شناسایی مبتلایان در ترکیه، آذربایجان، پاکستان و عراق همچنان رو به کاهش است. در چین اما کلان شهر شانگهای با 26 میلیون نفر جمعیت از روز شنبه وارد قرنطینه کامل شده. چین در تلاش است از گسترش موج تازه کرونا در این کشور جلوگیری کند. توافق بر سر آتش‌بس دو ماهه در یمن. سازمان ملل متحد اعلام کرد با موافقت طرف‌های درگیر در جنگ یمن، آتش‌بس دو ماهه در این کشور وضع شده است. این نخستین آتش‌بس سراسری در یمن از سال 2016 محسوب می‌شود و طبق آن طرف‌های درگیر پذیرفته‌اند تمام عملیات‌های نظامی هوایی، زمینی و دریایی متوقف شود. این آتش‌بس که میان ائتلاف عربی به رهبری عربستان و انصارالله یمن به دست آمده، از دیروز اجرایی شده و در صورت موافقت طرفین پس از پایان دو ماه میتواند استمرار داشته باشد. طبق تخمین‌های سازمان ملل، حدود 400 هزار نفر به دلیل جنگ در یمن جان خود را از دست داده‌اند. تازه‌ترین تحولات جنگ اوکراین. با گذشت بیش از 5 هفته از حملات نظامی روسیه، ارتش اوکراین اعلام کرد نیروهای این کشور کنترل 29 منطقه مسکونی در اطراف کیف و چرنیهیف را بازپس گرفتند. از سوی دیگر کاخ کرملین اعلام کرده حمله اخیر اوکراین به شهر بلگرود روسیه کمکی به پیشرفت مذاکرات صلح نخواهد کرد. مقامات اوکراین نیز روز جمعه گفتند 86 نظامی این کشور با شماری از سربازان اسیر شده روس مبادله شدند. طبق اعلام سازمان ملل، تعداد پناهجویان جنگ زده اوکراینی تا روز جمعه از مرز 4 میلیون و 100 هزار نفر عبور کرد. نیمی از آوارگان جنگ کودکان هستند. اظهارات مقامات ارشد آمریکا درباره برجام. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد در مذاکرات احیای برجام با ایران اختلافات کمی باقی مانده است. نت پرایس البته تاکید کرده که این اختلافات اندک شامل موضوعات مهمی است و این تهران است که باید درباره آنها تصمیم بگیرد. وزیر دفاع آمریکا هم گفته به حصول نتیجه دیپلماتیک در مذاکرات وین باور دارد، اما واشنگتن به همکاری با شرکایش برای مقابله با آنچه او تهدید ایران توصیف کرده ادامه خواهد داد. افزایش تورم در اروپا همزمان با افزایش قیمت انرژی. اداره آمار اتحادیه اروپا اعلام کرد نرخ تورم سالانه در کشورهای حوزه یورو در ماه مارس به 7.5% رسید. کارشناسان اصلی ترین دلیل این امر را تبعات حمله روسیه به اوکراین و افزایش قیمت منابع انرژی عنوان کردند. رکورد نرخ تورم در 19 کشور حوزه یورو از ماه نوامبر سال گذشته میلادی تا کنون هر ماه شکسته شده است. همچنین با اعلام تعرفه‌های جدید برق و گاز در بریتانیا، به طور متوسط حدود 920 دلار در سال بر هزینه قبض انرژی خانوارهای این کشور اضافه شده است. همزمان با بحران انرژی در اروپا، رئیس جمهور آمریکا برای مقابله با روند صعودی بهای نفت خام، دستور برداشت بی‌سابقه از ذخایر استراتژیک نفت آمریکا را صادر کرده است. لغو آزمایش موشک قاره‌پیمایی آمریکا. ایالات متحده آمریکا از لغو دومین آزمایش موشک بالستیک میانقاره‌ای خود خبر داده است. این موشک با بردی نزدیک به 10000 کیلومتر دارای کلاهکی با قابلیت حمل سلاح هسته‌ای است. آمریکا نخستین بار حدود 1 ماه پیش و زمانی که رئیس جمهور روسیه اعلام کرد نیروهای ویژه استراتژیک هسته‌ای خود را به حال آماده باش درآورده، آزمایش این موشک را لغو کرده بود.
این تصمیم آن زمان برای جلوگیری از ایجاد هر گونه تنش هسته‌ای میان آمریکا و روسیه گرفته شد. اکنون نیز مقامات آمریکا اعلام کرده اند دومین آزمایش این موشک به دلیل مشابه قبلی لغو شده است. آمریکا اما تاکید کرده که این آزمایش تنها به تأخیر افتاده و در نهایت انجام خواهد شد.